این برنامه برای شما از طرف کوالیتی رگز اند فرنیچر، مشعل پرودکشن، تصویر رویاهای شما تقدیم می‌گردد. چند سال میشه رومل جان که خودت از افغانستان به گاه یک طرف میریم گاه دیگه طرف؟ در بیرون چی توفاق افتاده که یک کس خودت دیده باشه فکر کرده باشه که رومل هستی یا خودت فکر کرده باشه که اکمل هستی؟ پوتار اسم میکنین چی تفاوتا نمیکنین؟ یعنی چی زیاد مشابه نیست. از یک درابل لیسنس در افغانستان استفاده میکردیم. خودم در فش سرخ رومی اوارد گوینده برنامیشن بودم و در پالویش خواستم که کار مدل خودم ادامه بدم. نفر کار میکنه، تیمی بسیار کاری کلان داریم دیگر. بر فعلا درآمد اصلی ما از او من بیمه باشم که خوشبختانه تانستم بین 12 مملکت به نمایندگی از افغانستان اونجا بریم به مدلینگ اشتراک کنیم و خوشبختانه تانستم که مقام اول او را ببینین دوستای زیر 100% ببینین. چند وقت پیش از آمدن رومل جان پدرش آمده بود استرالیا، تقریبا دو سه ماه بود. نوید انیل یکی از رفیقای ماست که خیلی خوب قابلی پخته میکنه، آوازه قابلیش به امریکا میره. مجرده که رومل میگه من دیگه چیز کار ندارم، اولین بار قابلی نوید انیل رو بخورم. بیننده عزیز تلویزیون سما سلام، آرزو دارم صحت و سرحال باشین. در برنامه امشب مهمانان من دو جوان موفق، دو مدل خوشتیب و دو هنرمند است. مهمانان امشب من رومل امید و اکمل امید است. مهمانای عزیز رومل جان و اکمل جان، تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین و خوش آمدین به برنامه ما. تشکر امید جان، در خود سلام به شما تقدیم میکنم، بعدش به تمام بینده های تلویزیون سما که همین اکنون ما رو تماشا دارن در جای که هستن خوش آرام باشید. سلام و خدا خدمت شما و خدمت بیننده هایی که همین اکنون ما رو از تلویزیون سما تماشا دارن تقدیم میکنم. دوستای جالبی است که اکمل جان و رومل جان، من از کابل میشناسم، دوستای بسیار نزدیکم، از سالهای سال از گفته میتارم که دوستای صمیمی و قدیمی هستن. اما رومل جان مسافر شد، رفت در امریکا زندگی میکنه و خوشبختانه که یکی از رفیقای سابق ما اکمل جان کنار ما در استرالیا است. خوشبختانه که اکمل جان دمی چند روزه که میشه میزبان رومل جان است و ما از این فرصت استفاده کردیم و هر دویشون رو در برنامه دعوت کردیم. چند سال میشه رومل جان که خودت از افغانستان به امریکا اونجا زندگی میکنی؟ فکر من در آخر سال 2014 بود که من از افغانستان برآمدم و کشور رفتم به کشور امریکا. تقریبا مدت بیشتر از 8 سال میشه فعلا در شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا. و اکمل جان شما چند سال میشه که استرالیا اومدین؟ ما هم دیگه وقتی که رومال رفت امریکا دیگه یک مدت کار میکردیم در افغانستان، باز آمدیم سیدنی. تقریبا در حدود 6 یا 7 سال میشه که در سیدنی هستم. من میشه شما دو نفر در کابل یک جای میدیدم، در پالویی که دو برادر دوگانگی ولی دوستای بسیار نزدیک و صمیمی هم بودین. دوری یکی دیگه چقدر براتون مشکل تمام شد به خاطر که شما در دو قاره مختلف سفر کردین؟ یکی تان رفتین به امریکا و یکی آمدین استرالیا. چند سال بعد یکی دیگه رو میبینین؟ ما تقریبا بر 5 سال از هم فاصله داشتیم و یک زمینه مساعد شد که بتانیم در ترکیه بر یک ماه یا 20 روزی که اونجا بودیم با هم وقت سپری کنیم، یکی دیگه خود بعد از بسیار سالها ببینیم. و این دفعه بار دوم است که رومل جان آمده سیدنی و یکی دیگه خود میبینیم. رومل جان بر خودش چقدر مشکل بود؟ در اول بسیار سخت بود، چون اول خودم پیش از اکمل جان رفتم به کشور امریکا، زیاد آرزو داشتم که با هم بریم یک جای. خب قسمت من رفتم اول، تنها بودم بدون فامیل، بسیار سختی میشد در اوایل. بعدش تانستیم بسیار مدت زیاد که تقریبا 7 سال شد که با هم ببینیم در ترکیه. خیلی جالب بود بخاطر که
یک مدتی که همیشه وقت با خود می باشی فکر میگی تنها خودت هستی و وقتی بود مدت 8 سال بود که اکمال جان دیدم بسیار تعجب میکردم وقتی که رو میدیدم میفتم رقم خودم یک نفر که پیش رویم را میگرده نان میخوره غذا میخوره هر طرف بسیار تعجب کردیم بعد دوباره عادت کردیم اما خاطرات طفولیتی که با هم داشتیم دوباره به ذهنم اومد واقعا خیلی خوش گذشت بازم راشون وعده کرده بودم گفتم حتما میایم به خیر پیش شما سیدنی که هم تو شد یعنی آمدیم دوباره باز دیدیم با هم بسیار خوش گذشت مدتی که بودیم با هم بین ما زیاد است یعنی بین دو قاره ولی دلهای ما همیشه نزد هم است تقریبا هفته 5 بار 6 بار با یکدیگر در تماس هستیم تلفنی میبینیم هر چیز بین هم شریک میسازیم یعنی از اینکه دور هستیم ولی با هم بسیار نزدیک هستیم ما یک چیز برام چون اکمل دوستای زی برام بسیار زیاد یک دوست و رفیق نزدیک است و از زندگی زیادتر خبر دارم من فکر میکنم که مادر جان تا خیلی سال شده که ندیدی مادرم دیگه از اون وقتی که امریکا رفته تا دیگه ندیدیمش ولی تصمیم دارم که در چند ماه آینده برم ببینمش انا طالب بعد ما شما این اتفاق افتید که در اول امکانات پروازی یا نداشتم که برم بالاخره که پاسپورت اینا را داشتم کرونا ویروس بود کووید شد به خاطر کووید ما 2 سال 3 سال اصلا نتونستیم که پرواز کنیم یا بتونیم سفر کنیم دیگه یام باعث شد که امی فاصله ها زیادتر شوه و فعلا هم مصرف و کار و زندگی در اینجا زیاد مشغول شدیم دیگه از او خاطر شاید انقریب برم ببینم شما انشالله که بخیر بودی و مادر جان از نزدیک زیارت کنی به خاطر که درک میکنم که مادر چقدر یک تحفه کمیاب و نایاب است و اما قدر که برای خودت مشکل است مطمئن استم که صد چندش برای والدین مشکل تر است که از فرزندهای خود دور باشن و فاصله داشته باشن رومل جان با خودت شروع میکنم که خودت از زیادتر با کارهای مودلینگت خودت و اکمل جان مردم عام میشناسن در کنار کارهای شخصی در ابتدا میخوایم پرسان کنم که کارهای مودلینگ در کجا رساندی وقتی که از افغانستان به امریکا رفتی هنوز هم کارهای مودلینگ ادامه داشت یا متوقف شده بود ادامه داشت وقتی که امریکا آمدم خودم در فرشتارخ رومی اوارد گویندی برنامیشن بودم و در پالویش خواستم که کارهای مدل خودم ادامه بدم در زیاد از کمپانی ها اشتراک کردم و یک برنامه فاگ اوارد شو بود که تقریبا بین 12 مملکت باید از رای دهی میشد که مدل تاپشون کی میباشه به خاطر برنامهشون که خوشبختانه تونستم بین 12 مملکت به نمایندگی از افغانستان اونجا بریم به مدلینگ اشتراک کنیم و خوشبختانه تونستیم که مقام اول در سال 2016 کسب کنیم و تروفی هم گرفتیم یعنی اوارد در بخش مدلینگ و بعدش با کمپانی هایی که اونجا بود امریکا در بخش که دریشی بود لباس بود امرایشون کار میکردم بخاطر مگزینشان و رانوی اشتراک میکردم دیگه آخرین باره که بخاطر مدلینگ و رانوی کار میکردم در سال 2017 بود بعد از او فعلا فقط در برنامه‌ای که مثلا ایونت ها می باشه اشتراک میکنم و برنامه از اینفلوئنسر رو جمعیم فعالیتی که داریم من نمی‌دونم که رنوی نام کدام کمپانی مدلینگ است کدام برند است چی از رنوی کمپانی لباس که هستن میخوا لباس خود به نمایش بگذارن اما تمام مدل ها رو هایر میکنن و لباس هایشون میپوشن امور رنوی میگن که مدل ها لباس هایشون به نمایش یعنی سر استیج را میگردن به نمایش میگذارن اما کمپانی ها بزنس اونر ها هستن که میبینن اگر شون خوششون بیه باز او کمپانی انوست میکنن لباس هایی رو اردر میکنن و خود میگرن موزه لباس ها رو که میتر پس میگیرن یا همیشه هم رایتان میباشه؟ عموما لباس هایی که بیتن دیگه چین بر سایز ما خود ما جور میکنن دیگه میمونن که بگیریم دیگه عموما یک مطل هست میگه که از خاطر قالین خانه رو خورد کنه نه من یک رقم کنم که می سایز لباس خود مثل اکمل جان یا رومل جان بسازم دیگه لباس های رایگان از شان گرفته میتونم دوستای مدلین خود زیاد هست دوستای عزیز ما امروز از روزی که رومل جان آمده هر روز یک میمانی است و ما که میبینم
اکمل رومل بسیار زیاد دوست داره. خوش هستی از روزی که آمدی از امریکا اینجا؟ ساعت 13 است، اکمل یک ذره توجه برات داره، میمون نوازی میکنه یا نه؟ طبعا یک جان تشکر از اکمل جان که به خاطر من از کار بار خود آف گرفتن که تا بتونم من دوستا رو ببینم اینجا و سیدنی دیدن کنم و شهرهای زیبای سیدنی که داره. اپرا هاوس ما رو برد شب اول، خیلی خوش گذشت و بسیار دوستای خوب داره اکمل جان که تونست ما هم روشون همچنان معرفی شوم. دیگه خیلی خوش گذشت، تا آخه پرخاطره بوده. جالب است که ما یک کار کردیم از روزی که رومل جان اینجا آمده، کمری تلویزیون سما در یکان جایا امرای رومل جان بوده و تعقیبش کرده که اکمل درست میمان نوازی میکنه یا نمیکنه. جالب است دوستایی است که امروز اگر متوجه شده باشین یه رقم ما تو سوختگی بارستیم، نه چیریم و پیشانیم و جلد ما. یکی از میمانی های روز آخر رومل جان ما به تصویر کشیدیم. بریم این بستی تصویری رو با هم میبینیم و در ادامه دوباره در استودیو با مهمانان ما هست. کوالیتی رکس اند فرنیچر، عرضه کننده بهترین و با کیفیت‌ترین انواع مبلمان منزل از قبیل مبلمان اتاق نشیمن، سالن پذیرش، سالن غذاخوری، اتاق خواب و لوازم دکوریشن منزل. کوالیتی رکس اند فرنیچر، عرضه کننده فرش‌های مدرن و کلاسیک ایرانی و ترکی، همچنان هر گونه سفارشات شما را می‌پذیرد. تخفیف ویژه بهاری الا 50%. شماره تماس 0272292790. جهت معلومات بیشتر به وبسایت www.qualityrexandfurniture.com.au مراجعه کنید. Upgrade your home and elevate your lifestyle with quality rugs and furniture. مشعل پرودکشن، نامی آشنا در عرصه هنر. بعد از موفقیت‌های چشمگیر با بیشتر از 20 سال تجربه در افغانستان در عرصه ساخت اعلانات تجارتی، کلپ هنرمندان و ثبت لحظات شاد و بیادماندنی شما، حالا در شهر سیدنی استرالیا در خدمت شماست. مشعل پرودکشن، تصویر رؤیاهای شما. شماره تماس 61 47 054 21 37. این دوستای عزیز دیدین دلیلی سوختگی و رنگ پریدگی امروز ما را که چی بود؟ کل روز ما دمو زیر شای آفتاب بودیم. اکمل جان از خودت درباره مدلینگ نپرسیدم که گرچه من خبر دارم، خودم میخوایم دوستای ما با خبر شود که چقدر مصروف هستی در کارهای مدلینگ در کنار کاروبار شخصی. من به مجرد که از سیدنی آمدم استرالیا، من کارهای مدلینگ خود ادامه دادم. با بسیار کمپانی های بزرگ اینجا کار کردم، بسیار برند هایی که در خود استرالیا فعالیت دارن، پولیتیکس، ام جی بیل، وای دی، و در ضمن از او یک فشن دیزاینر که بود از نیویورک آمده بود در ستار سیتی، اونجا امراشان اوانگارد فشن ویک بود که اونجا اشتراک کردم. در برند هایی که میخواین پروموت کنن لباس هایشان و یا هر بخشی که مربوط منس وای کلودینگ میشه دوام اشتراک میکنم، در صفحه اینستاگرام خود شیر میسازم. دیگه فعالیت دارم، فعلا هم فعالیت دارم. قریب یک برنامه دیگه داریم که استرالیا کاور گای، استرالیان کاور گای یک مگزین است که
دوام اشتراک کردیم که ما در قاطع چندین اشتراک کننده تانستم که امو لقبی که باید به خود کسب کنم که باید در روی مگزین گیم به خود گرفتم و وام هم قریب نشر میشه، باز انشاءالله به دوستا و اشتراک میگذاریم. میره خمودت دارم که می عکس مدل تا که در پشت مجله نبینم باورم نمیره. از این مجله ها زیاد داریم به خاطر که چندین کمپانی هایی که اینجا امراشون کار کردیم، کتالوگ هایی که جور کردن به خاطر مشتری هاشون، از اون مگزین ها از اون مجله ها در خانه زیاد دارم، اگر کدام وقت آمدی باز برات نشان میتونم. خب دوستای عزیز، همکارای ما در تلویزیون سما یک بسته تصویری از کارای مدلینگ اکمل جان آماده کرده که با هم میبینیم و در ادامه باز هم در کنار شما هستیم. اینال مسرک ملان باور کردم، سر رو ملان باور کردم که یا براستی مدل هستم. خیلی بسته تصویری مقبول همکارای ما آماده کرده بود و ماشاءالله خیلی کارهایتان خوب است، موفق باشه نمیشه. من میخوایم چند شوخی هم رایتان کنم که کدام کارها را شما در میجریان زندگیتان انجام دادین، مثلا که در یک دانه جیم ثبت نام کرده باشین، یک دفعه یکی طرفته باشین، یک دفعه دیگه تان، یا در مکتب فیس یک نفر در کورس داده باشین، یک روز خودت رفته باشی، یک روز رومل، این تو کدام خاطره دارین؟ ما چند وقت از لیسانس، از یک درایور لیسانس در افغانستان استفاده میکردیم. وقتی که اکسپایر شده بود بازردی ما درایف میکردیم یک جایی که میبودیم، باز اگر کدام وقت اتفاق میفتاد که استاد ما میکردن از ما پرسان میکرد آجله که میفتم لیسانس ثبت و سعی میکردید نمیفهمید. تقریبا دیگه با یک درایور لیسانس چندین سال ما درایف کردیم با هم. در خانواده پدر مادر همیشه میشناسه اولادای خود، از پیش از وو خب اجتماع نمیشه که یکمل است یا رومل. در بیرون چی توافق افتاده که یک کس خودت دیده باشه فکر کرده باشه که رومل هستی یا خودت فکر کرده باشه که اکمل هستی؟ زیاد اتفاق میفته. طبعا دوستای ما که مثلا در شهر امریکا ما رو میبینه باز پرسان میکنه بیادر خودت 24 سال در ترافل هستی، گاهی در سیدنی میری، گاهی یک طرف میری، گاهی دیگه طرف، چون که استوری اکمل جان رو میبینه در سوشال میدیای گپا فکر میکنه ما خودم آمدیم سیدنی دیگه. باز ما هیچ دیگه تشریحات نمیتمیم، آه دیگه بیادر این میرخم زندگیست، گاهی یک طرف میریم، گاهی دیگه طرف. نمبر پای اردیت یکیست یا فرق داره؟ یکیست. خصوصا در چند وقتی که در سیدنی آمده ما کوشش میکنیم که لباس های یک رنگ بپوشیم، حتی دوستای نزدیک هم بعض وقتا از پیششون اشتباه میشه تا پشت ما در بخورده باشه یا از زاوی بغل روی ببینه، همیشه اشتباه میکنن. اتفاق بین ما زیاد رفیده. در چهره تان و کدام چیز زیادترین شباهت داره و کدام عضو بدن تو نداره در چهره تو؟ این خب شما بگوید، شما بیننده هستین، فقط باید قضاوت کنین چی تفاوت ها رس میکنین، چی تفاوت ها نمیکنین، یعنی چی زیاد مشابه نیست. اگر کس پرسان کنه مثلا بگه که رومل از اکمل قدر خوش‌چهره‌تر و مقبول‌تر است، قبول میکنین؟ فرق نمیکنه با مواردی شکست. اگه بخوای او قسمی کدام فرق باید بگویم یا بگویم که کی بهتر از کی بهتر نیست، ما مثل دو گل از یک شاخه درخت هستیم که بسیار سخت است بگویی کدام گل بوی خوبتر داره و کدام گل رنگ خوبتر داره. نگه من کدام تفاوت زیاد را حس نمی کنم. ما یکان زر اگر شوخی میکنیم، گرچه مطمئن هستیم که ماشاءالله اردید مثل گل، مثل هر زیبایی، هر چیز زیبایی که در دنیا بگویم هر دویتان ماشاءالله مو قسم هستین. میخوایم یک چند سال دیگه در رابطه به موسیقی کنم، چون شما عضو خانواده موسیقی افغانستان هم هستین، اجمل امید، اشمت امید، ایمل امید و رومل جانم یادم میاد یک زمان خود جاز نواز بودی، ضرب نوازی میکردی در یک مدت. بله ده تقریبا چندین سال با برادرهایم در استیج کار میکردم، امرایشان درام مینواختم. دیگه وقتی که اینجا امریکا آمدم دیگه موسیقی بخی کنار ماند و
مصروف کار و بار، زندگی، بزنس دیگه نشد که دیگه ادامه بدیم بخش موسیقی. اما بازم امروی خود یکان دفعه گیتار می نوازم، زمزمه می کنم، آلات موسیقی دارم در خانه، تمرین می کنم بعض وقت. خودت رو اکمل جان در سیدنی کدام آله موسیقی در خانه داری؟ خب ما در خانواده به دنیا آمدیم که از قبل موسیقی می کردن، سه برادر کلانم در خانواده کار موسیقی پیش می برن و ما دیگه تولد شدیم اما تو شنیدیم بزرگ شدیم طبعا یک کمی کمی بر ما رسیده از هنرشان. دیگه فعلا ما در خانه کیبورد دارم و گیتارم دارم، بعض وقتایی که با خود می باشم زمزمه می کنم، می نوازم، مشق و تمرین می کنم، دیگه گفته کنم درد دل خود تازه می کنم. اینطور است که ما در کنار کارای مدلینگ و کارای شخصی کدام روز منتظر یک کار هنری از شما دو نفر باشیم که یک آهنگ اجرا کنین، یک ویدیو کلیپ بسازین؟ در ذهنم میگرده، آیدیاش دارم، چون اخیراً در کارهای بیزنسی زیاد مشغول شدیم دیگه، شاید دارنده ها کارهای بکنیم که فعالیت های هنری و در بخش موسیقی داشته باشیم. از مدلینگ زیاد قصه کردیم، از کارهای شخصی بگوین، از تجارت مصروف چی کاربار هستین؟ چی میکنین؟ منبع درآمدتان چی است؟ ما بجز از این که کارهای مدلینگ در استرالیا پیش میبرم، در پاله از او یک بزنس شخصی دارم. بله. یک مغازه دارم که مغازه قالین و فرش و فرشای ترکی اینا رو ما وارد میکنیم و دوباره به بازار عرضه میکنیم، کارهای تیمبر، فلورینگ، کارپت، این چیزا. دیگه دنمو مصروف هستم، تقریبا 4-5 نفر کار میکنه، تیم بسیار کاری کلان داریم. دیگه برفعلا درآمد اصلی ما از او من بیمه باشم. دل ما دیگه با جمع باشه که هر دقیقه به خاطر سیدو فرش یا کار شد بیم از خودت بگیریم. هزار دفعه چرا نه، دکان خودتان، مغازه خودتان است. رومل جان شما در امریکا مصروف چی کار بارستیم؟ ما فعلا اونجا شرکت بیمه دارم که لایف اینشورنس بزنس، تقریبا مدت 6 سال میشه بزنس خود دارم و از ما بخش لایف اینشورنس هست دیگه که بیمه میکنیم، مورگیج پروتکشن، لایک اینکم پروتکشن، مکمل یک پکیج هست، کسایی که با ما مراجعه میکنن اونا رو ما پروتکت میکنیم. یک مثل هست میگن که دمی اید که میشه خیاط لباس کل گیره میدازه باز از خودش یادش میره نه از اولادش، یا در خانه قصاب میگه یکان دفعه گوشت پیدا نمیشه. خود بیمه کردی یا نه؟ راست تا بگو. طبعا چون باید از وقتی که در کار هستی باید از خودت از اون پرادکت استفاده کنی تا بتونی بر دیگر را پیشکش کنی، برشون پریزنت کنی که فواید پرادکت چی هست و چی تو میتونی از اون بنفیت بگیرن. طبعا خودم اولین پالیسی که گرفتم خودم در کمپانی پالیسی گرفتم، بعدش هم of course کسایی که مثلا مراجعه میکنه ما براز اونها پیشکش میکنیم از نگاه بزنس انشورنس. تقریبا سه دفتر دارم، بسیار تیم کلان دارم که پیران خودم رهبری میکنم و خوشبخت داره که تونستم در جشنواره که ما ایونت داریم هر سال از کنونشن از کمپانی ما، ما 11,000 نفر کارگر داریم که تونستم اولین افغان باشم که در سطح امریکا بین 11,000 کارگر مقام اول بخش منیجمنت در استیج بگیریم که میتونم براتون شما ویدیوهایش هم میتونم نشر کنین که دوستان هم ببینن، چون خواستم که زحمت بکشه آخر بالاخره زحمت بکشه یک جای میرسه انسان. دوستان عزیز، ما در برنامه معمولا روی زندگی جوانا و کسای تمرکز میکنیم که از افغانستان بیرون شدن در یک کشور دوم و سوم رفتن با امکانات کم، با امکانات خیلی ناچیز آغاز کردن و در یک مدت زمان خیلی کوتاه به موفقیت‌های خیلی بزرگ رسیدن که از اون جمله یکیش اکمل جان و رومل جان است. یک خاطره جالب 3-4 شب پیش برادران قصه کنم که رومل جان آمده بود و چند وقت پیش از آمدن رومل جان پدرش آمده بود استرالیا، تقریبا 2-3 ماه بود. نوید دنیل یکی از رفیقای ما است که خیلی خوب قابلی پخته میکنه، آوازه قابلیش به امریکا میره، مجرده که رومل میگه من دیگه چیز کار ندارم، اولین بار قابلی نوید دنیل بخورم. قابلی رو که پخته کرد، اولین باره که برش در ظرفش قابلی رو انداخت، ما یک لحظه خیلی جالب شکار کردیم. من میخوایم دوستای عزیز رو براتون نشان بدم که رومل یه قابلی رو به چی یک او رو ببینید دوستای عزیز، رو 100% ببینید. نوید جان دست داد چی احساس داری؟
سوال اگه سوال میشین میده تا برای که صبح نان نخوریم تا بالا میره بزنیم رو بالا اسمع کن بالا نگو ايش بیای خوب جانم بعدم یک ذره احتیاط کده یک ذره احتیاط کده کبیر خوشی ها نداره فکر نمی کنید که وقت میمانی رسید گشنه نشدیم بل جان والا کم کم احساس گشنگی میکنیم نگاه ساستا بخیر اما جا بینیم که میلا جانم منتظر ماست بسیار زحمت کشیده و تو چی میفهمی هنوز نان نخورده میگی زحمت کشیده؟ مخاطر که ما چند بار دگاه موجه دعوت شدیم و بسیار نانای مزدار پخته میکنن یک دیش بسیار مزدارشان رزملایی است که بسیار سر زحمت میکشن یک چیز یک راز در باری اکمل دوستای عزیز برتون بگیم که اکمل فوق العاده شکمبوس اشتیاش خیلی زیاد است یک کار میکنیم بسیار زیاد تشکر که امشام امروز آمدین در استودیو دعوت ما را قبول کردین گپا و گفتنی که تان زیاد است انشالله در برنامه آینده باز هم از شما دعوت میکنیم میریم خی خانه یک لباس های خود را چنج میکنیم که بسیار زیاد گرمی بود باز از اون حرکت میکنیم میریم طرف مهمانی گپا و گفتنی ها همراه شما بسیار زیاد است ولی وقت برنامه کم بسیار زیاد تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین مهمانی ما را قبول کردین رومل جانم فکر میکنم به موزیدیا سفر داره برای خود سفر خوش آرزو میکنم اکمل جان کنار ما است ناگفته نمانه که اکمل خیلی شکمبوز دوستای عزیز و ما امشب یک جای مهمان هستیم ما رفتن در این مهمانی امشب ما به پایان میرسه تا دیدار بعد کوالیتی رکس اند فرنیچر عرضه کننده بهترین و با کیفیت‌ترین انواع مبلمان منزل از قبیل مبلمان اتاق نشیمن، سالن پذیرش، سالن غذاخوری، اتاق خواب و لوازم دکوریشن منزل. کوالیتی رکس اند فرنیچر عرضه کننده فرش‌های مدرن و کلاسیک ایرانی و ترکی همچنان هر گونه سفارشات شما را می‌پذیرد. تخفیف ویژه بهاری الا 50%. شماره تماس 02-72-29-27-90. جهت معلومات بیشتر به وبسایت www.qualityrexandfurniture.com.au مراجعه کنید. Upgrade your home and elevate your lifestyle with quality rugs and furniture. Mashal Production نامی آشنا در عرصه هنر. بعد از موفقیت‌های چشمگیر با بیشتر از 20 سال تجربه در افغانستان در عرصه ساخت اعلانات تجارتی، کلپ هنرمندان و ثبت لحظات شاد و بیادماندنی شما حالا در شهر سیدنی استرالیا در خدمت شماست. مشعل پرودکشن، تصویر رؤیاهای شما. شماره تماس مثبت 61-47-054-2137. سلام، when it comes to business and inspiration, Summer TV is the one for you. بالاخره رسیدیم در جایداد. دوستای عزیز ما امشب مهمان یکی از رفیقای بسیار زیاد نزدیک ما هستیم، میلا جان صمدی که در مهمان نوازی دیگه ماشاءالله خیلی بین دوستا و رفیقا شهرت داره و یک رفیق بسیار خوش سلیقه هم است. و یک راز اکمل جان و رومل جان ما براتون میگم که این دو نفر از صبح تاله به خاطر میمانی نانم نخوردن و این دو تا خیلی شکمبو هم هستن. ما براتون ثابت میسازم. بریم بخیر. وقتش رسیده که ما همو میزبانه که گفته بودم خیلی با سلیقه و خوش سلیقه است امیر براتون معرفی کنم.
میلا جان عزیز، تشکر از اینکه ما رو دعوت کردی و زحمتم زیاد کشیدی خانه تا بود. خواهش میکنم، خواهش میکنم نظامی عزیز، قربانتان. هیچ کدام مشکل نیست، هیچ کدام گپ نیست. دوست عزیز ما بسیار خوش آورده، لحظه صفا آورده. رومل جان دیگه قربانتان، هیچ کدام زحمت نیست. خوشحال هستیم که شما رو ما دارم دیگه، از چی بهتر. و اونمو گپ خو نیست میگن که از برکت کرم کدو او خورده. خواهش میکنم، خواهش میکنم. کلتان از سعی دل هستین، قربانتان. ای که آمدین قدم رنجیده کردین، بسازات خوشحال هستم. سلامت باشین، صفا آوردین، زنده باشین. تشکر. این دوستای عزیز، یک کس دیگر براتون گم کرده بودین، نیده قدر وقتا. نوی جان انیل، نوی جان امشب سالگیری میدیت است. خب ما هم بنابرای خود سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های عزیز و بخصوص دوستای ما که آلدی امروی ما دینی ششتن دیگه. اینا خب وقت سلام های ما رو پذیرفتن و مهم است که سلام های خود به بیننده های عزیز هم بفرستیم. خوشحال هستیم در کنار هم هستیم. خیر ببینی خانه تان آباد. راوی جان و نوابی صاحب، شما در پرده تلویزیون چند بار دیدین، همکارای ما هستن. شما رو خوش آمدید میگم امشب در این برنامه و در میمانی. خب اصل بچه های فیلم نشسته، ما یگان دفعه همیال میران ماندیم. اکمل جان بفرمایید، خیلی دیگه اجازه است که استاد شروع کنیم نان. قربان تن، سلامت باشین. بفرمایید رومل جان، بفرمایید. استم کنه بعدم جلالی کی دیدید دار میخوردین اکمل جان؟ خوبه تا روان شروع رومل جان بوستی کلا روز یک جای بریم. جالبی بود که ما از رومل سوال میکنم، میگم که رومل گیتار هم می نوازه؟ ایچی میگه آه گیتار می نوازه. وقتی من اکمل از اون طرف آمد گفتم که اشتباه کرده بودم دیگه، سخت است که شما را آدم شناسایی کردم. هر دوی تان فوت و کافی یکی دیگه. بسم الله بخیر. اگر دستم به دامانش رسد با دل چون لاله سوزان دارم امشب. بمونی من نگاهت سر عاشق شده دیگه چاره ندارم والا پشتت دیک شده. بمونی من نگاهت سر عاشق شده دیگه چاره ندارم والا پشت دیک شده. دیگه کار ندارم والا پشت دیک شده. فلک تیر مزن بالم شکسته غبار به کسی بر من نشسته. دیگر تیر مزن باله ندارم وجودم از غم دنیا شکسته. بمونی من نگاه سر عاشق شده دیگه چاره ندارم والا پشت دیک شده. دیگه طاقت ندارم والا پشت دیک شده. بمونی من نگاهت سر عاشق شده دیگه طاقت ندارم والا پشت دیک شده. دیگه چاره ندارم والا پشت دیک شده. کس مثل تو زیبا و حسین نیست اگر هست تو هستی.
اگر هست تو هستی، مانند تو در روی زمین اگر هست تو هستی. شد سبب دل شدن من، به دل شدن من. زیبایی تو شد سبب دل شدن من، به دل شدن من. کس ناز و رسا و نازنین اگر هستی، مانند تو در روی زمین اگر هست تو هستی، کس مثل تو زیبا و حسین اگر هست تو هستی. زیبایی تو شد سبب دل شدن من، به دل شدن من. زیبایی تو شد سبب دل شدن من، به دل شدن من. کس ناز و رسا و نازنین اگر هست تو هستی، مانند تو در روی زمین اگر هست تو هستی، اگر هست تو هستی، اگر هست تو هستی. خانه تو آباد نوی جان. نوی جان همیشه هم خوب میخوانم. Oh, yeah.
عزیز، برنامه هفته ما در اینجا به پایان میرسه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. این برنامه برای شما از طرف کوالتی رگز اند فرنیچر، مشل پروڈکشن، تصویر رویاهای شما تقدیم گردید. سما، سقف آگاهی و همدلی.